اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یکی از خواستهای اساسی مردم به شمار می رود. حکومت وحدت ملی نیز گامهای برای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی کشور برداشته است. حالا شماری از نهادهای مدنی برای ارائه پیشنهادها به هدف اصلاح نظام انتخاباتی گرد هم آمدند. این نهادهای مدنی می گویند که تصمیم مجلس نمایندگان در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی سبب تشویش شهروندان شده است. که موضوعگیری پارلمان فرامین تقنینی مقام ریاست جمهوری را رد کردند و این خودش باعث تشویش و نگرانی مردم است. گرچه این راه‌های قانونی دیگه هم وجود داره و باید در این راه‌ها باید دولت گام‌های مؤثر را باید برداره تا اعتماد مردم مبنی بر روند و اصلاحاتی که در پیشوری است باید از بین نره. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یک امر ضروری گفته شده است و نهادهای کمک کننده به انتخابات کشور نیز گفتند بدون اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور کمک‌های خود را به این روند متوقف می‌کنند. مشاور ریاست اجرایی میگوید که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یک امر حتمی است و رهبران حکومت وحدت ملی در این زمینه دیدگاه مشترک دارند. یعنی در قسمت اصلاح نظام انتخاباتی هر دو رهبران حکومت وحدت ملی موقف و موضع مشترک دارند خوشبختانه و از این لحاظ هیچ وقت از این موقف عدول نخواد کردیم و عقب نخواد رفتیم. از سوی دیگر اعضای کمیته گزینش میگویند اگر حکومت مطابق به تفاهمنامه سیاسی مشروعیت دارد، کارهایی که در زمینه اصلاحات نظام انتخاباتی در کشور جریان دارد نیز مشروع است. ایجاد کمیته گزینش، کارکرد کمیته گزینش، تهداب گذاری برای ساختار سیاسی آینده است و ابتدای شفاف سازی پروسه انتخابات در افغانستان است. زمانی که حکومت وحدت ملی با اساس تفاهم‌نامه سیاسی مشروعیت داره، کارایی رو که صورت میگیره و باور ما مشروعیت داره. پیش از این معاون ریاست جمهوری گفته است که حکومت متحد به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در بهار سال آینده است. انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد و اصلاحات انتخاباتی هم به عنوان یکی از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی عملی خواهد شد و هم اکنون با پیشرفت کار کمیته گزینش در آینده نزدیک شاهد شکلگیری کمیسیون‌های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی خواهیم بود. تا کنون کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی 7 جلسه را برای چگونگی انتخاب اعضای جدید این کمیسیون برگزار کردند و 400 تن به شمول 30 زن برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی نام نویسی کردند.